پلتفرم‌های که هستن فقط فکر می‌کنم محدود ترینشون خود اندرویده که برای فقط اندرویده دیگه، ولی برایش توی بیشتر چیزها SDK دارن. این ایرانی ها رو من اشتباه سامده مثلا خود نشان SDK برای ریاکت جی‌اس اون بسات خاص داره، یعنی به این زد داره زیاد اهمیت ندیم، توی برای کار دیگرش به صورت خاص SDK ساخته. و اما موضوع مهم قیمت، مپکس برای موبایل SDK با تا 25,000 تا یوزر اکتیو فیریه. و یک چیزی که راستش نمیدونم خود مپکس بازم این رو نمیگه به صورت واضح، ولی خب نمونه آنهاش خیلی میبینیم، مپکس برای اونایی که داره از خودشون دارن کاملا فیریه. چرا؟ خب خودش داره، خودش همش داره از سرویس های اوپن سورس استفاده میکنه، JS و نیتیف که آب نیتیفش برای دیوایس ها هستش، موبایل iOS و JSش برای وب. این جفت این دوتا اوپن سورس هستن، پس اگر از جفت اینها فقط بخواییم استفاده کنیم کاملا فریه. و خب بازم این پرایسینگ پالیسی که داره برای داده ایه که از OSM خودش اومده و شخصی سازی کرده. این چارتا که گفتم خب اوپن سورس کاملا فریه و چون از داده ای OSM هم استفاده میکنه، برای دادش هم چون شخصی سازی نشده دادش هیچ پولی نمیگیره. و این هم که بقیه‌اش هم که خب پرایسینگ پالیسی های ایرانی خودمون هستش. برای کامیونیتی خب مپ‌باکس و کاردیبی بیشتر از اینها هست. کاردیبی بیشتر زیاده چون بازم تحت میشه گفتش که یه جورایی خیلی مربوطه به مپ‌باکس، به خاطر هم باز هم کامیونیتیش بیشتر از بقیه هست. اینها میشه گفتش که بیشترین طول‌هایی بودن که بیشترین کامیونیتی رو داشتن. یعنی باز هم اگر شما برید داده یادید که حالا یه سری سرویس اوپن سورسی که حالا هر کاری میکنه به من در مورد و در رابطه با نقشه ها، خب خیلی از این زیاده. ولی خب من واسه اولین چیزی که بیشتر خیلی توجه کردم به اینه که اگر اوپن سورسه خب استاراش چقدره، یعنی چقدر اصلا میشه بهش اعتماد کرد. خب اون ایرانی هم چون اوپن سورس نبودن قطعا استار نداشت. و اما چیزی که برای دیزاینر خیلی مهمه، اینکه محبی که من میخوام درست کنم شخصی سازی خودم باشه. خب مپ‌باکس یه طولی داره برای این کار و میاد بر حسب اسپسیفیکیشن هایی که خودش میشه گفتش که طراحی کرده و حتی بخشش هم استاندارد جهانی هستش، میاد میگه که خب اینو این استایل به من به فرمت جیسون یا حتی XML بدی، من اینو اوکیش میکنم مثلا، یعنی خوشگلش میکنم. برای اخوه ایرانی من فقط راستش فری دیزاین دیدن، یعنی دیزاینایی که خودشون فقط طراحی کردن و فقط میشه اینها رو بایدارشون بینشون سویچ کرد. اوپن سورس ها یک مقداری داکیومنتیشن در این مورد کمه، یعنی حتی اگر میتونین شخصی سازی کنین که حالا توضیحاتش داده، ولی خب یه مقداری سر این که خب مثالش رو پیدا کنین و اینها واقعا سخته. من که خودم باش درگیر بودم واقعا سختم، نمیتونستم بنویسم، حتی برای خود مپ‌باکس با اون کامیونیتی برام سخت. من حالا بگم تو خود مپ‌باکس چرا باید مپ‌باکس رو انتخاب کنم؟ مپ‌باکس چیه؟ مپ‌باکس اوپن سورس اومد بالا و بعد از اون دیگه هی بزرگ شد که الان توسط یه شرکت دوباره خریده شد، حمایت شد، کلی بهش دونیشن وارد شد و خب که الان شده این محبی که ما میبینیم.
حتی من میتونم بگم که من یک سری از این داده هایی که حالا جمع کردم و تحقیقات کردم در مورد مپاکس برای زمستون پارسال بود. از اون موقع تا الان میتونم بگم بالا بر 5 تا دوباره فیچر اضافه کرده، داکیومنتیشنش کامل تر شده و واقعا خیلی بزرگتر شده. همچنین گفتم خیلی چون خودش هم اوپن سورس بوده خیلی هم میاد کانتریبیوت میکنه. مپاکس جی ال جی اس و جی ال نیتیف از خودش هست، خودش کریئترشون بوده. یه لیفلت کانتریبیوت میکنه، لیفلت یه همین دقیقا یه مپ پرووایدر برای منتهای وب هست، توی زبان جی اس هستش. داده که مپاکس استفاده میکنه پایش OSM، ولی خب بعد از حالا مدت ها و این ها اومده این رو شخصیتی کرده به نیاز خودش و حتی این منبع دادش رو به OSM محدود نکرده، از خیلی جاهای دیگه میگیره، چه از ناسا، چه از ارگانیزیشن های جغرافیایی که این داده ها رو میدن. یکی از مین کانتریبیوتر های خود مپنیکم هست. مپنیکم یه اونم ویو مپ رو میاد و رندر میکنه. اینم کامنتش خیلی زیاده. شعاری که خیلی مپاکس میده میگه هر کاستومایزیشنی که داریم من براتون انجام میدم، هر چی. یعنی میتونیم اپتون رو یک جوری طراحی کنیم که حتی بعدش بیاییم و ادعا کنیم که خودم زدم اینجا. اینقدر توانایی شخصی سازی با آدم اینجا. این شخصی سازیه به ظاهرش محدود نمیشه به همه چیز. یعنی هم داده رو میتونیم شخصی سازی کنیم، هم ظاهرش رو. و خب یه تولی داره به اسم مپاکس استودیو که توی اون میتونین هم فایل ستاتون رو ادیت کنین، هم که خب از کوچکترین جزء نقشه که خطهای نازک کوچه های بنبست هستش تا بزرگترینش بردرهای کشورها و آبهای اقیانوسی عوضش کنین و واقعا یه همچین امکاناتی رو میده. مپاکس چون کاستومایزیشن خیلی قوی داره و این رو با ما توی همه لحاظ برای ما فراهم میکنه، برای شرکت بزرگ خیلی خوبه. مخصوصا شرکت بزرگی که داده خیلی بسیار زیادی دارن و این رو میخوان به صورت دستبندی شده و با توجه به نیاز خودشون هر موقع که خودشون خواستن این رو نمیش بدن. چیز خوبی که مپاکس داره اونم اینه که هر لیری که روی نقشه طراحی میشه، رندر میشه، رو هر کدوم از اینها رو میتونیم به میتونید به سلیقه خودتون تغییرش بدید. مپاکس خیلی سریعه. یه خودش یه سمپل اپی نوشته، اوپن سورس هم هست که خب میتونید اون امتحان کنید. همه یه قابلیت هایی هم که داره روی اون سمپله داره. داکیومنتیشنی که مپاکس داره واقعا وسیعه. این هم میتونه جزء نقاط مثبتش باشه هم منفی باشه. ولی خب چیزی که مهمه اینه که برای ما دیولپرها خیلی مهمه که خب در مورد یه همچین چیز کوچیکی یا خودش چیزی گفته یا نه. و واقعا همینطوره، از کوچکترین چیز تا ساده ترین رندر هایی که تا ساده ترین حالا کد هایی که میشه گذاشت رو اومده قشنگ داکیومنتش کرده و به صورت خیلی قشنگ و واقعا با دستبندی خیلی خوبی. ولی این واقعا بزرگه. توی استک اوورفلو فکر نمی کنم زیاد کامیونیتی داشته باشه واقعا. یعنی من خودم که
سرچ کردن. خب اصلا واسه گوگل به یه مشکلی بخوره خیلی سریع میتونی حلش کنی، شروع میشه اصلا فلو. ولی مپ باش واقعا اینجوری نیست. اگر به مشکلی بخورید یا باید توی ایشوهاش بگردیم یا برید و داکیومنتشنش رو بالاخره کنید. ولی خب میتونم واسه اون اسمونا رو بدم که تو داکیومنتشنش هرچی بخواید پیدا میشه. چیزی مپ باش فراهم میکنه ولی خب من شاید خیلی کم دیدم توی بقیه مپ پرووایدرها اینه که جفت فرمت های وکتور و رستر رو همزمان میاد رندر میکنه واسه تو. یعنی خب مپ سرویس های بقیه یا میان یا وکتور یا رستر، ولی این میگه که خب برای من مهم نیست که حالا زیر این لیری که میخوای نشون بدی وکتور یا هرچی که هست اگر میخوای روی این ایمیج ماهواره‌ای بذاری من میذارم و حتی میشه اون رو کاستومایزش کرد ریل تایم. یعنی میتونین اوپسیتیش رو کم و زیاد کنیم. مپ‌باکس میاد آگمنتد ریالیتی رو میاره توی حالا دنیای واقعی، از نقاط مورد علاقه مون پی وای های گرفته تا آبجکت هایی که خب ما توی گیم همون خیلی نمایشش میدیم. و یه حالا سمپلی هم داره خیلی جالبه و اینکه خب این خیلی به کسایی که توی گیم دیولپینگ هستن کمک میکنه که آبجکت هایی که هستن رو میتونید با دوربینتون و خب هر جایی که هستین اون رو به صورت AR تماشا کنید. مپ‌باکس یه چیزی یه سر خیلی خاصی داره، اونم این که خب میاد و شما اگر ویوی داشته باشین که بخواین داینامیکی ادش کنید روی حالا اکتیویتی روی هرچی میتونید روی اون هم مپ رو نشونش بدید. معمولا خب گوگل میاد مپ فرگمنت میده حالا هر چیز دیگه. این جدا از اینکه مپ فرگمنت رو آورده به تازگی اومده و گفته که اگر که یک کلیگری داشته باشی که میخوای داینامیکی ادش کنی من میتونم فرازت بکنم. که این باز هم این خیلی توی گیمینگ ها و اینا خیلی کاربرد داره. گفتم که این لایر ها رو میتونین هر کدومش رو به صورت خاص کاستومایز کنید. چیز جالبی هست اونم اینه که میتونین خاص این لایر رو تدوینش کنید. مثلا چی؟ مثلا من داده رودخونه دارم، نمیخوام از رودخونه تو استفاده کنم، من باکس میام خودم میدم هر شکلی که میخوام. میتونید دقیقا همون رو جابجا کنین و اون تایلی که خودتون میخواید رو استفاده کنید و حتی بهش استایل بدین، از ریزترین چیز رنگ بهش بدین، حتی فونت های توی حالا فونتی که دوش اسم کشورها شهرها نمایش داده میشن رو میتونین عوض کنین. و یه قابلیت دیگه ای هم که داره اینه که این اسم ها رو به زبانی که میخواید تغییرش میده، ترجمهش میکنه به اون زبانی که میخواید نمایش میده. که خب همه اینها توی یه فایل جیسون این میشه نمایشش داد که حالا یا میتونید از همون مپ‌باکس استودیو بگیرید که تو شهرداری میکنید یا که خودتون تدوینش کنید. که بهتون پیشنهاد میکنم که از مپ‌باکس استودیو استفاده کنید چون تدوین خودش واقعا کار سختیه و کاملا پیچیده است، واقعا پیچیده است. نه خودم شخصی اومدم این رو استایل بهش دادم و رفتم و از خود سورس دیزاین هایی که خود مپ‌باکسش استفاده کردم و دیدم که خب این داره اینجا چیکار میکنه و از اون استفاده کردم که واقعا خیلی داده زیادیه و داکیومنتشنش کامله ولی خیلی زیاده و با جزئیات خیلی کامل کار خیلی سختیه. ولی خب یه جالب در مورد این سرجیسان که هست اونم که لیری که من گفتم میتونیم خودمون استفاده کنیم محدود نمیشه به اینکه حالا جاده ها و اینها. من میتونم پیوای خودمو بزنم و حتی این رو هم میتونم پروگراماتیکلی یه لیر رو بهش اضافه کنم، کد بزنم این هوا و همین که میتونم تو دو خط توی جیسون اضافه کنم و بهش URL بدم
و بهتر از اون کاستومایزیشن مقا به من کاستومایزیشن مقاش به من این امکانو میده که حتی برای اون یو آر ال بیام و اوثنتیکیشن و اینترسپتورهای خودم واسش تعریف کنم، یعنی خودم بهش بگم که خب این دیتای خودمه و خب خودم بهش اوکیش تی پی بدم، اوکیش تی پی کلاینت بدم. یه چیز جالبی هم که مقاش بهمون ارائه میده اونم اینه که میتونیم طراحی که داریم رو ریل تایم عوض کنیم، یعنی در جا توی اپ میتونیم رنگ لگرهایی که هست رو عوض کنیم، رنگ جاده رو عوض کنیم، نمیتونیم ریل تایم عوض کنیم. و خب این چیزی که من کند دیدم واقعا. مقاش حالا اونقدر خوب نیست، یه سری نقاط ضعفی هم داره. اونجا گفتم داکیومنتشنش خیلی کامله و خب آره خیلی کامله و زیاده و این باعث میشه که این انقدر پیچیده بشه که خب برای همه مناسب نباشه. من باید کلی انرژی و وقت بذارم تا بتونم مثلا یه مپی که خودم میخوام کاستومایز کنم بذارم و نشونش بدم. برای همین برای پروژه ساده اصلا مناسب نیست. بهتره که این کسایی باید این استفاده کنن که هم داده زیادی دارن که میخوان اینها رو رسته‌بندی کنن و هم میخوان که دیزاین اپشون مشخصه با بقیه داده ها میره، بعد اونقدر بزرگ باشه که بتونه این وقت و انرژی رو بذاره که بر حسب به این پیچیدگی فرق بیاد. به خاطر همین پیچیدگی هم خب یه لرنینگ کرو خیلی میشه گفتش که بری داره. یکی دیگه از دریاش اینه که تقریبا میشه گفت 6-7 مگابایت به اپیکاستاتتون اضافه میکنن. یعنی اون قدرها هم زیاد نیست واقعا در مقایسه با مپ سرویسایی که من دیدم، ولی خب اپیکاستاتت اینقدر برای ما دیولپر مهمه که همینش هم زیاده. چی شده؟ فکر کنم نمیدونم تا همین چند وقت پیش یا آپدیت جدید داره شاید بهتر شده باشه، ولی من الان دارم و حرف میگیره. شاید من دو تا لایبرری داشتم استفاده کردم، این اضافه کردم فقط خود کورش نبوده. آره ولی خب خامش که حدود یعنی اکسترکی نشده شده 11-12 مگه و اما یه بعدی که برای ما صرفاً داره اونم اینه که خب داده‌ای در مورد اونقدر داده در مورد ایران نداره، سرچش اونقدر خوب برای ایران کار نمی‌کنه و خب این برای ما خیلی بده دیگه. من خودم برای این یه دونه کار ترجیح می‌دم که از اپ‌های ایرانی استفاده کنم. یه سه خیلی جالب هم بهتون میگم اونم این که خب الان اپ های بلد و نما جفتشون دارن و مقاس استفاده میکنن، یعنی خب داده ای او اس ام رو آوردن دقیقا هم چی گفتم شخصی سازی کردن برای ایرانی ها و خب اینو نمایش شده. برای همین دلیل نداره که ما نتونیم در واقع فری آمادش استفاده کنیم. البته توی نسخه فریش مثل خود گوگل وادرمارکی داره که باید نمایش داده بشه، ولی خب اگر به همون روش که گفتم داده خودتون رو استفاده کنین، وکتورهای تایل های خودتون رو رندر کنین، ثابت شده که به طور عملی البته که میشه کاملا هم به طور فری انجامش داد. یه شعاری هم داشت اول ارائه من رو بردم عباس و گفتش که میگه که بیت بیت لایف لوکیشن دیتا، یعنی ببینید انقدر عباس از همون اول که اوپن سورس بوده و دو اسم شروع کرده انقدر بزرگ شده، انقدر داداشو شخصی سازی کرده
که الان میاد میگه که من دیگه به تو اپلیکیشن دیتا میدم، همین الان داده که میخوای توی مکان خود رو بهت میدم. و خب این خیلی خوبه که اینقدر بزرگ شده و خیلی 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 قابلیت داره، نمی گنجه واقعا. و خب توی فرصت های دیگه میتونم که میتونیم که وارد جزئیات قابلیت هاش بشیم. ولی خب اگر که میخواییم ببینیم قابلیت هاش وسط خلاصه، او همین سمپل اف داره، اوپن سورس هم هست، در گیتابش لینک داره به گوگل پلی و روی اون تمام قابلیت هایی که میشه ازش استفاده کرد و آورده. فکر نمی کنم چیزی باشه که ما احتیاج داشته باشیم اما عباس به اون ارائه نده. واقعا سوالی داشتیم من نخدمم. اول تشکر میکنم بابت معرفی که کردین، مخصوصا الان خیلی به درد من میخوره به خاطر پروژه‌ای که دارم. یه ذره نگرانیم سر قیمتش بود که آخرش توضیح دادین دوباره و اون سوال برطرف شد. سوال بعدی این که دارم، هر نقشه‌ای که داشته باشیم میتونیم سرو کنیم؟ ما از نقشه‌های خودش اصلا نمیخوایم استفاده کنیم، ما فقط از ابزاری که روی اندروید میده میخوایم استفاده کنیم. اون ابزار رایگانه اولا، دوم این که هر نقشه‌ای بخوایم فیت میتونیم بهش بکنیم یا قواعد خاص خودشو داره، باید با ابزارهای خودش ساخته بشه، اینا اطلاعی دارید؟ لزومی نداره که با ابزار خودش ساخته بشه، فقط یه اسپسیفیکیشن داره، یعنی باید بریم و ببینین استاندارداشو. یه استانداردی داره ولی خب لزومی نداره خودش بسازه. این که میگم کاملا فریه، میگم جایی تئوری نمیبینیم که میشه. یک سری آدم رفتن و سوال کردن از خودم عباس که آقا میشه نمیشه. همچنان میگم یه چیزی هست، مثلا یه شکی هستی مثلا، ولی به طور عملی ثابت شده که میشه و گفته شده. خود مپاکس اومده که من یه جا دیدم که یکی برگشت گفته بود که آقا من رفتم چون پرسیدم، خودشون برگشتن گفتن که این اگر فقط از چیزایی که اوپن سورس استفاده کنه، از چی؟ جیل نیتیو و جیل جی اس که اوپن سورسه، از اونها فقط استفاده کنین، آره کاملا فیلی هر چقدر میخوان استفاده کنین. اونا مارکینگ و پولیگان رندرینگ و روتینگ و اینا دارن، توانایی اینا رو دارن یا نه اونا یه طولای دیگه؟ برای مسیریابی اینها دیگه API میشه دیگه. نه اون صرفا برای رندرش خودمون انجام میدیم، منظورم نمایش اون خطوطی که ما میخوایم، اون پولیگان اگه بخوایم بندازیم یا مارکر بخوایم بندازیم. و سوال دیگه این که کوردینیت سیستم مپش رو میدونید؟ یعنی مپ هایی که باید بهشون تحویل بدیم باید روی کوردینیت سیستم خاصی تعریف شده باشن؟ نه نمیدونم، آها. از اون سمتش هیچ خبری ندارم. آها ممنون از لطفتون. سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از ارائهتون. یه سوالی که داشتم اینه که سروری که میخواییم با مپ باکس و دیتای خودمون را بندازیم چه ابزارهایی میخواد؟ مثلا پست جی آی اس میخواد، چه ابزارهایی باید روی سرورمون نصب کنیم که اون داده رو اون طوری باشه که مپ باکس بتونه از ما بپذیره؟ راستش جزئیاتش رو نمیتونم بگم، خیلی میمیم، یه خودش یه چیزی داره توی همون صفحه گیتابش هم هست که میگه برای این کار که حتی فکر میکنم از چیز استفاده میکنه، برای اگر با گوگل کار کرده باشیم از استانداردهای PBT فرمت وکتور خود گوگل استفاده میکنه، یعنی اونقدر کارمون سخت نیست. ولی خب خودش یه اسپسیفیکیشن هایی داره دیگه، یعنی یک سری چیزهای خاص خودش تعریف کرده که اینها باید باشه. حالا اونها رو جزئیاتش رو نمیدونم، باید تو خودش داکیومنتش داره واقعا کامله، اگر بریم میتونیم که پیدا کنیم. اوکی خیلی ممنون. خواهش میکنم.